فضل صحابگان و حقوق آنها. صحابگان بهترین انسان های این امت هستند. آنها قلب های صمیمی و دانش عمیق داشتند و آنها داناترین امت در فهمش آن کتابی که الله نازل کرده است و آنها داناترین امت در فهمش سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند و با موفق ترین مردم در عمل کردن به قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشند. آنها کامل ترین انسان ها در نصیحت کردن بودند و آنها از همه بدعت و خرافات ها و پیروی به هوا و هوس دور بودند. پس حق آنها بر ما این است که آنچه از فضل آنها ثابت شده است اعتراف کرده اقرار می نماییم و محبت آنها با قلب است و راضی شدن از آنها با زبان است. آنها از گذشتگان ما در نیکی و احسان هستند. آنچه از آنها به ما رسیده است با امید نیک قبول داریم. به آنها قلب سالم داریم که نه بد میبینیم و نه هیچ یکی از آنها را پس میشماریم. اعتقاد بر آن داریم که دشنام و حقارت و لعنت کردن آنها سختترین حرام است، زیرا قرآن کریم آنها را تعریف و توصیف کرده به جنت وعده داده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به محبت صحابگانشان امر نمودند و از تحقیر و دشنام نام آنها نهی کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اصحاب مرا دشنام ندهید، زیرا اگر یکی از شما به اندازه کوی احد طلا انفاق کند به یک و یا نصف مده که اصحاب من انفاق میکنند برابر نیستند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. پس بحث کردن درباره آن اختلافی که در بین آنها شده گذشت دست میبرداریم و اعتقاد بر آن داریم که البته آنها مجتهد و در اجتهادشان اجر و ثواب گرفتند. پس آنی که اجتهادش درست باشد پس برای او دو اجر داده می شود و آنی که در اجتهادش خطا کرد پس برای او یک اجر است و به سبب اجتهادش خطاگی او مغفرت کرده می شود. از نشر آن کمبودیه که به آنها نسبت داده می شود بر حذر می باشیم، زیرا با کمبودی نسبت دادن صحابگان دروغی بافته است که از آنها ثابت نشده است، زیرا صحابگان با عملی نیکی که اندک هم باشد غرق حسنات و اجر و ثواب گشتند و ما اعتقاد بر آن داریم که همه صحابگان در فضیلت برابرند. پس افضلترین آنها خلفای راشدین، سپس ده یار بهشتی می باشند، سپس بعد آنها اهل بدر و اهل بیعت رضوان هستند. در حق آنها دعا میکنیم و از الله تعالی به آنها طلب مغفرت و رحمت را میپرسیم.